سرخط خبرها. دعوت ایران از کشورهای ذی‌نفع برای حضور در تحقیقات درباره سقوط هواپیمای مسافربری. بازرسان اوکراینی علاوه بر نقص فنی احتمال اصابت موشک را هم بررسی می‌کنند. عملیات شهید سلیمانی و انجام ضربات موشکی به یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکا، این در واقع آغاز این عملیات بزرگ بود. یه حرکتیه که تشریح جزئیات حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق. سپاه پاسداران می‌گوید عملیات اخراج آمریکایی‌ها از منطقه تازه شروع شده است. تلاش برای بازگشت امنیت به کابل. پلیس بازداشت مجرمان را آغاز کرد. و حدس و گمان‌ها بعد از انتشار عکسی از تنها زن ایرانی مدال‌آور المپیک. آیا کیمیا علیزاده زیر پرچم دیگری به رقابت‌های جهانی خواهد رفت؟ سلام به این بخش خبر خوش آمدید. اولین جلسه بررسی سقوط بوئینگ 737 اوکراینی با حضور تیم کارشناسی اوکراین در تهران برگزار شد. یک مقام سازمان هواپیمایی ایران گفته هیچ قطعه غیر مرتبطی با هواپیما در محل حادثه نبوده. پیشتر اوکراین از تمایل به تحقیق در مورد همه فرضیه‌های ممکن از جمله احتمال اصابت موشک و حمله تروریستی خبر داده بود. این هواپیما دیروز کمی بعد از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. اکثر آنها ایرانی بودند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. لحظه سقوط هواپیمای بوئینگ 737-800 اوکراین که توسط دوربین یک شهروند ایرانی ثبت شده. تمام سرنشینانش در دم کشته شدند. 176 نفر. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته هواپیما ابتدا تا ارتفاع 8000 پایی صعود کرد و بعد به طور ناگهانی اطلاعات هواپیما از صفحه رادار محو شد. علی عابدزاده گفته هیچ پیام رادیویی از خلبان در مورد شرایط غیر معمول دریافت نشد. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. اکثر سرنشینان ایرانی بودند. 10 نفر افغان و بقیه اوکراینی، کانادایی و اروپایی. بسیاری از کشته شده ها شهروندان ایرانی ساکن کانادا بودند. دست کم 30 نفرشان اهل ادمونتون در غرب کانادا. و اینجا در دانشگاه تورنتو مراسم یاد بود برای قربانی ها. میگویند دست کم 6 دانشجوی این دانشگاه هم در این حادثه جان باختند. نخست وزیر کانادا ضمن همدردی با خانواده‌های کشته شده‌ها قول همکاری داد. دولت ما به طور نزدیک با شرکامون همکاری می‌کنه تا مطمئن بشیم که این حادثه به طور جامع بررسی میشه. کانادایی‌ها سوال دارند و پاسخ گرفتن حق اونهاست. اینجا در فرودگاه کیف هم فضا غم دارد. امروز در اوکراین عزای عمومی اعلام شده. توضیح فاجعه‌ای بزرگ مثل این برای این کودک باید کار سختی باشد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیشتر اینجا بود. او گفت یک گروه کارشناسی 45 نفره صبح امروز به تهران رفتند. آقای زلنسکی از همه خواسته در مورد علت حادثه از پیش‌داوری‌های عجولانه و حدس و گمان پرهیز کنند. بدون شک اولویت برای اوکراین شناسایی علت سقوط هواپیماست. مطمئناً حقیقت رو پیدا می‌کنیم. برای این منظور یک تحقیق جامع و مستقل بر اساس قوانین بین‌المللی انجام خواهد شد. با این حال رویترز به نقل از دبیر شورای امنیت اوکراین گفته بازرسان اوکراینی در جستجوی قطعات احتمالی از یک موشک روسی در محل سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران هستند. با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، گمانه‌زنی‌ها در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراین هم رنگ دیگری به خود گرفت. تئوری‌های توطئه‌ای که هیچ کدام ثابت نشدند.
به هر حال شرکت هواپیمایی اوکراین اعلام کرده که تمام پروازهایش به ایران را لغو کرده. سازمان هواپیمایی ایران گفته از تمام کشورهای ذی‌نفع خواسته می شود تا نمایندگان خود را برای بررسی حادثه معرفی کنند. تیم اوکراینی وارد تهران شده و بررسی ها در مورد علل حادثه ادامه دارد. مهدی بیگی، بی بی سی. امیر کسروی، خلبان و کارشناس ایمنی پرواز از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای کسروی، بررسی این سانحه در ایران چقدر میتونه قابل قبول باشه؟ آقای کسروی، امیدوارم که صدای منو میشنوید و ارتباطمون با شما برقرار هست. اگر صدای منو میشنوید، سوالم رو دوباره تکرار میکنم، اینکه بررسی این سانحه در ایران از نظر شما تا چقدر میتونه قابل قبول باشه؟ عرض کنم که صداتون رو الان من دارم، متشکرم. بررسی سانحه یک به اصطلاح روند بسیار علمیه که از طریق ICAO International Civil Aviation Organization مقرراتش تمام نوشته شده است. کمیسیون های مختلفی باید تشکیل بشن که اینها رو بررسی بکنن. این کمیسیون ها باید بی‌طرف باشن، صلاحیت فنی داشته باشن و تجربه کاری داشته باشن و مقررات و استانداردهای معمول و مقرر به اصطلاح صنعت هواپیمایی رو رعایت بکنن. ما در حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوری ایران به اصطلاح متولی صنعت هوایی ایران هست و اینها خودشون ذی‌نفع هستند در مسائلی که در صنعت هوایی به وجود میاد، برای اینکه مقررات رو وضع میکنن، مقررات رو اجرا میکنن. بنابراین خودشون اگر یک قصوری در کارشون باشه، صلاحیت رسیدگی به یک سانحه هوایی رو ندارن و باید یک سازمان مستقل از تمام ارگانهای دولتی و بی‌نظر و صلاحیت دار این کار بکنه. گروه دومی که در این موضوع شرکت دارن، البته شرکت هواییه که درگیر این موضوع، یعنی شرکت اوکراینی. این شرکت هم ذی‌نفعه و در نتیجه نمیشه فقط دو تا سازمانی که هر دو ذی‌نفع هستن یک سانحه رو بررسی بکنن که ممکنه عواملی که باعث سانحه شده برگرده به ساختار به اصطلاح اداری و فرهنگی و مقرراتی که رعایتش میکنن یا نمیکنن. گروه سومی که باید در این به اصطلاح شرکت بکنن، در این بررسی شرکت بکنن، اون شرکت سازنده هواپیماست، یعنی کارخونه بوئینگ. کارخونه بوئینگ هم البته ذی‌نفعه، در این موضوع شکی نیست. ما خودمون در مورد هواپیمای 737 مکس دیدیم که بی‌طرفیش رو حفظ نکرد، ولی به هر حال صاحب نظرات فنی و دارای اطلاعات بی‌نظیری در مورد خود هواپیما و در مورد تمام صنعت هوایی در طول سالهای گذشته. موضوع این هست بنابراین... که ایران الان گفته که ابراز آمادگی کرده که با کشورهای ذی‌نفع در این قضیه گفتگو کنه و شما اینطور می‌فرمایید که این کشورهای ذی‌نفع نمیتونن مسئول مستقیم این تحقیقات باشن. چه باید کرد؟ ببینید، سازمان مستقل باید این کار بکنه. اینی که چندین شرکت در این موضوع دخالت میکنن، البته مسلماً کمک زیادی میکنه که بررسی دقیق‌تر انجام بشه، شفاف باشه و مسائلی که اتفاق افتاده همه دقیقاً بررسی بشه. سازمان هواپیمایی کشوری گفته 11 تا کمیسیون تشکیل داده که این تعداد همون کمیسیون هایی که در انکس 13 ICAO نوشته شده و مسلماً آدمای مجربی داره. ولی مسلماً یه مسئله دیگه هم هست، اینه که سازمان هواپیمایی کشوری که بخشی از وزارت راه هستش، وابسته به دولت ایرانه و نظرات سیاسی و نظرات دیگه ممکنه ارجحیت پیدا بکنن به نظرات فنی که موجوده. آقای کسروی، از تصاویری که هم اکنون در دست هست و منتشر شده، آیا میشه به هیچ وجه حدس زد که علت سقوط چه بوده؟
ببینید میشه حدس زد ولی بهتره حدس نزد. یعنی علمی نگاه کردن به قضیه، اگر یک کسی متخصصه یا کمی تخصص داره یا اصلا تخصص نداره، هر کدوم از اینا حق اظهار نظر به اینکه چه عاملی باعث سقوط این هواپیما شده ندارن، مگر اینکه در دسترسی به اطلاعات داشته باشن، اونم نه اطلاعات مختصری پراکنده یک دونه عکس یا یک شاهدی که دیده، بلکه باید یک کمیسیون دقیق اینو بررسی بکنه، تمام اطلاعات، اما از شرکت هوایی که اینو پرواز میکرده، سازمانی که اینو در ایران اداره میکرده، فضای سیاسی که در اون زمان بوده، روحیه خلبانایی که اینو داشتن پرواز میکردن، مسائل شخصی خود اونا، مسائل نگهداری و تعمیرات شرکت هوایی، اینا همه مسائلیه که دونه دونه باید بررسی بشه. شاید 30-40 مورد مختلف هستش که باید، و به اضافه البته مسائل مربوط به خود هواپیما که اولین چیزی که بهش نگاه میکنن اینه که آیا یک جسم خارجی با این برخورد کرده یا نه، آیا ذراتی که ناشی از به اصطلاح باقی مانده در روی بدنه هواپیما مونده که نشان دهنده یک انفجاری چیزی باشه، یا اینکه فرض بفرمایید که خود بدنه هواپیما آیا فلزاتش به نحوی ذوب شده که گویای یک مسئله خارق العاده ای باشه که از بیرون یه چیزی بهش صدمه زده. اینها همه باید بررسی بشه، ولی به راحتی این روزا همه در رسانه ها دارن اظهار نظر میکنن که به نظر من کاملا غیر علمیه و هر کسی که حدسی گمانی میزنه داره راه غلطی میره. متشکرم از شما امیر کسروی، خلبان کارشناس ایمنی پرواز در تورنتو کانادا. خواهش. فرن تقی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ماست. فرن، واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردی، بیشتر بهم بگو. ببین، حسی که الان وجود داره در شبکه‌های اجتماعی، غم، غصه، ناراحتی و اون استرابی که سر به وجود اومدن سایه جنگ بر ایران به خاطر خبرهایی که بود و حمله که ایران کرد به مواضع آمریکا در عراق، اون کمرنگ شده به جاش غم و غصه داستان فاجعه صانع هوایی جاشو گرفته. عکس های بسیاری منتشر شده از قربانیان سقوط هواپیما، بسیاری از اونها اهل شبکه های اجتماعی بودن، بسیاری از اونها دوستای آنلاین داشتن، دوستاشون عکس های اونها رو به اشتراک میذارن. از این طرف صحبت این شده که حریم خصوصی اونها رو رعایت کنیم. همچنان صحبت های نخست وزیر کانادا رو داشتیم در مورد صانعه هوای ایران و یه سری دارن مقایسه میکنن نخست وزیر کانادا رو با مقامات جمهوری اسلامی، مشخصا رهبر ایران، اینکه کانادا چه واکنشی داره نشون میده، ایران چه واکنشی نشون میده، به چشم بسیاری اومده در شبکه‌های اجتماعی و میگن گویا اینها همه شهروندان کانادایی بودن. حالا دو تابع بودنشون رو بذاریم کنار، ولی میگن که انگار که همه کانادایی الاصل بودن که کانادا داره اینطور واکنش نشون میده، در صورتی که ایران توقع دارن کاربران ایرانی که واکنش های گسترده تری رو نشون بده. پرچم کانادا نیمه افراشته شده، مشخصا پرچم پارلمانش، و گفتن که این تا اطلاع ثانوی به همین حال خواهد موند. دانشگاه آلبرتا، چون دانشجویان بسیاری از دست حتی اساتید این دانشگاه در این هواپیما بودن همراه با خانواده‌شون، یعنی 4 نفر بودن، پدر، مادر و 2 دختر که جان خودشون رو از دست دادن، رئیس دانشگاه آلبرتا صحبت کرده، با یه بغضی در مورد این قضیه گفته. پرچم این دانشگاه هم نیمه افراشته شده و صفحه اول وبسایت این دانشگاه رو که ببینیم داره از عزاداری این دانشگاه میگه. البته دانشگاه شریف و بقیه دانشگاه‌های ایران هم که این افراد پیشتر دانشجوی اونها بودن، هم از روز اول اسامی رو اعلام کردن و ابراز ناراحتی و تسلیت گفتن به خانواده های قربانیان. اینکه چرا پرچم ایران نیمه افراشته نمیشن بحث هست سرش روی توییتر. به یک خیلی خلاصه من فقط بگم، به یک بخشنامه دارن اشاره میکنن در سال 1386 دوران آقای احمدی نژاد، که در اون موقع تصمیم گرفته شده که طبق اصل 18 قانون اساسی، به خاطر اینکه لفظ الله در پرچم ایران وجود داره، به خاطر حفظ حرمتش نیمه افراشته نکنن در سر بر سر عزاداری ها، و اگر لازم باشه
میشه. در این بخش هم اومده که یک پرچم سیاه رو اضافه کنن در کنار پرچم ایران. این حس غم و غصه به حد زیاد هستش که گفتم تمام فضای شبکه‌های اجتماعی رو گرفته. حامد اسماعیلیون نویسنده ایرانی که در کانادا زندگی میکنه، ساکن اونجا هستش، همراه با خانواده‌اش، همسر و دختر خودش رو در این سانحه هوایی از دست داده. مطالبی رو از همون روز اول در فیسبوک خودش آقای اسماعیلیون نوشت، به سمت ایران در حرکت هستش، در فرودگاه فرانکفورت منتظر هستش که تا پروازش بیاد و به ایران بره. گفتگوی کردم باهاش و در مورد هم حس و حالش گفته و هم توقعی که او و احتمالاً بقیه خانواده‌های قربانیان این حادثه هوایی از مسئولین ایران دارن. با هم دیگه ببینیم. من حامد اسماعیلیون هستم و متاسفانه در سانحه هواپیمای اوکراین پرواز PS752 همسرم پریسا اقبالیان و دخترم ریرا رو از دست دادم. الان در فرودگاه فرانکفورت هستم و منتظرم تا چند ساعت دیگه پروازی به تهران داشته باشم. به هر حال ظاهراً و حتماً وجود من ضروریه، به خصوص برای تست دی ان ای برای شناسایی قربانیان. نمیتونم بگم که چه داره بر من میگذره، روز ساعت بسیار سختیه و متاسفانه خب شایعات فراوانی هم در این مورد هست و من تنها آرزوی من اینه که این حادثه یک نقص فنی بوده باشه و این به من آرامش میده و من امیدوارم از که تمام نهادهایی که درگیر این ماجرا هستند نهایت همکاری رو با برای کشف حقیقت در مورد این حادثه بکنند و به خصوص در مورد مسئله جعبه سیاه اونطوری که طبق استانداردهای بین‌المللی هست عمل بشه و شرکت سازنده بتونه بررسی کنه که علت این سانحه چی بوده. فکر میکنم کشف حقیقت الان در حال حاضر مهمترین چیزیه که به من و احتمالاً به سایر خانواده های قربانیان آرامش میده. از همه کسانی که با من همدردی کردند پیغام های فراوانی من گرفتم، از مردم ایران، هموطنان عزیز از سراسر دنیا و مردم کشور کانادا. به هر حال گزارش هایی در تورنتو و کل کانادا پخش شد و من از همه این همدردی ها متشکرم و امیدوارم که بتونم به سوگواری عزیزانم برم. صحبت‌های حامد اسماعیلیون را میشنیدید که در این سانحه هوایی همسر و دخترش را از دست داده. با همکارم فرهنگ تقی‌زاده صحبت میکرد. ناظران سازمان ملل بعد از تحقیق درباره حمله تابستان گذشته به تأسیسات شرکت نفت آرامکو نتیجه گرفتند این حمله کار حوثی‌های یمن نبوده. بلافاصله بعد از آن حمله که تولید نفت عربستان را به نصف رساند، شبه نظامیان حوثی مسئولیت این حمله را پذیرفتند، اما آمریکا و عربستان میگویند کار ایران بوده، اتهامی که ایران تکذیب می‌کند. خبرگزاری رویترز میگوید به گزارش محرمانه ناظران سازمان ملل دست یافته که گفتند موشک‌های کروز و پهپادهایی که به رفته در آن حمله آنقدر برد نداشتند که از یمن به پرواز در آمده باشند. به گفته آنها همچنین این تسلیحات نسبتاً پیشرفته بوده و در یمن ساخته نشدند. دست کم 19 نفر در تصادف اتوبوس در شمال ایران کشته شدند، از جمله یک زن باردار. 24 نفر هم زخمی شدند. اتوبوس از تهران به گنبد کاووس در استان گلستان می‌رفت که در سوادکوه مازندران واژگون شد. پلیس در بررسی اولیه علت حادثه را نقص فنی در سیستم ترمز اتوبوس تشخیص داده. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید حمله موشکی اخیر به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق کشته‌های زیادی به جای گذاشته، هرچند هدف این عملیات کشتن کسی نبوده. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا گفته آن حمله هیچ تلفاتی نداشته. امیرعلی حاجی زاده همچنین تاکید کرد که این حمله آغاز یک عملیات بزرگ در کل منطقه برای اخراج نیروهای آمریکایی است. پیشتر معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته بود اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد ایران از شبه نظامیان متحدش در منطقه خواسته به آمریکایی‌ها حمله نکنند. باران عباسی گزارش می‌دهد. پایگاه نظامی الاسد در عراق یک روز بعد از حمله ایران، پایگاهی که مورد استفاده نیروهای آمریکایی بود.
آثار اصابت موشک‌های ایران در مقایسه تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از حمله پیداست. دست کم 5 ساختمان آسیب دیده. حمله‌ای که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ضربه این مهلک خواند. امیرعلی حاجی‌زاده امروز درباره نحوه انجام این عملیات و نتایجش به خبرنگاران توضیح داد. این مرکز فرماندهیشون بوده. ببین کامل از بین رفته. او گفت این حمله تلفات سنگینی برای آمریکا داشته و حرفای دونالد ترامپ که هیچ آمریکایی کشته یا زخمی نشده را دروغ خواند. کشته‌های زیادی دادن. خود پنتاگون هم اعلام کرد که سخنگوش ما در حال برآورد خسارت‌ها و شمارش کشته‌ها اینا هستیم، خودشون هم اعلام کردن. آیت الله خامنه ای دیروز گفت که این تنها یک سیلی به آمریکا بوده و هدف نهایی اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه است. آمریکا اما به نظر می‌رسد انتظار پاسخ تندتری از سوی ایران داشت. دونالد ترامپ گفت این حمله هیچ کشته و زخمی به جا نگذاشت و به نظر می‌رسد ایران از تهدیدهایش کوتاه آمده. اما یا هدف تهران هم همین بود؟ شبکه CNN به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته ایران عمدن اهدافی را انتخاب کرد که منجر به تلفات انسانی نشود. CNN همچنین میگوید مقام‌های ایران بعد از حمله از چند راه مختلف به آمریکا پیام دادند که عملیات تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی تمام شده و منتظر نحوه پاسخ آمریکا خواهند نشست. فرمانده هوافضای سپاه هم امروز حرف‌های مشابهی زد. ما دنبال کشتن نبودیم. ما دنبال این بودیم که به ماشین نظامی آمریکا ضربه مهلک وارد بکنیم و مرکز کنترل فرماندهی اونها و امکانات و سرمایه‌های اصلی اونها رو. این سیلی ایران در واقع قرائت رمز عملیات بود. اقدامات بعدی باید توسط هسته‌های مقاومت در منطقه انجام بشه که انجام خواهد شد. اشاره به نیروهای مورد حمایت ایران که تهدید کردند انتقام فرماندهشان را خواهند گرفت. با این حال معاون رئیس جمهوری آمریکا خوشبین است چنین تهدیدهایی در حد حرف باقی بمانند. ما اطلاعات امیدوارکننده‌ای دریافت کرده‌ایم که ایران به این گروه‌های شبه نظامی پیام‌هایی فرستاده که هیچ اقدامی علیه اهداف آمریکایی و غیر نظامیان انجام ندهند. ما امیدواریم که این پیام تکرار بشه. از سوی دیگر نماینده ای آمریکا در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی را دفاع از خود خوانده. کلی کرافت در این حال گفته واشنگتن آماده ی گفتگو با تهران است. آمریکا آماده مذاکرات جدی و بدون پیش شرط با ایران است تا صلح و امنیت بین الملل بیش از این در خطر قرار نگیرد و رژیم ایران هم تنش‌ها را افزایش ندهد. ایران هم نامه مشابهی به شورای امنیت فرستاده. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران گفته تهران قصد ندارد تنش‌ها را افزایش دهد و آماده است با کشورهای منطقه مذاکره کند. با این حال او گفته در حالی که تحریم‌های آمریکا ادامه دارد پیشنهاد واشنگتن برای مذاکره غیر قابل باور است. فرمانده خداوند متعال جزایت عنایت کند. رهبر ایران امروز میزبان مراسم دیگری برای یادبود قاسم سلیمانی بود. در کنارش اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی. سپهبد سلیمانی. آتش خشم از مرگ قاسم سلیمانی اینجا شاید کمی فروکش کرده باشد، اما این به معنی پایان قطعی ماجرا نیست. انتقامی که ایران و گروه‌های تحت حمایتش وعده دادند شاید همچنان در راه باشد. دشمنان اسلام خاصه اسرائیل و امریکا. باران عباسی، BBC. ریشکن بفرما. السلام علیکم. در همین حال رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی از نخست وزیر بریتانیا خواسته در موضعش درباره کشته شدن قاسم سلیمانی تجدید نظر کند. حسن روحانی به بوریس جانسون گفته اگر فرمانده سابق نیروی قدس سپاه نبود امروز در لندن امنیت وجود نداشت. آقای جانسون پیشتر گفته بود بحث قانونی بودن یا نبودن حمله پهپادی آمریکا به قاسم سلیمانی به بریتانیا مربوط نیست، اما اضافه کرده بود دست سلاح لشکر سلیمانی به خون سربازان بریتانیایی آغشته بود. او حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامیان آمریکا در عراق را هم محکوم کرد و از دو طرف خواسته بود تنش را افزایش ندهند. اما امروز در آمریکا در مجلس نمایندگان قرار هست که بحث و رأی گیری بشه در مورد محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری دونالد ترامپ برای حمله به ایران. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. جو عمومی در مجلس نمایندگان در مورد این موضوع چطوره بهمن؟
به خاطر اینکه دموکرات‌ها اکثریت دارن و حتی بعضی جمهوری‌خواهان هم نسبت به یک جنگ هشدار دادن، میشه با قاطعیت گفت که با رأی دموکرات‌ها دست کم این آنچه که به اصطلاح یک قطعنامه محدود کردن اختیارات آقای ترامپ هست برای حمله به ایران رو به تصویب برسونن. این قطعنامه خواهد گفت که رئیس جمهوری فقط در صورتی میتونه جنگ وارد جنگ با ایران بشه که بیاد از مجلس نمایندگان مشخصا اجازه بگیره، و البته یک تلاش دیگری هم در جریانه که طرحی رو تصویب بکنن که هر گونه اختصاص بودجه به یک جنگ با ایران رو هم ممنوع بکنن. هر دوی اینها باید در مجلس سنا به تصویب برسه اول، قبل از اینکه امیدی به قانونی شدن داشته باشه و لازم الاجرا شدن داشته باشه، و اونجا هم می‌دونیم جمهوری‌خواهان اکثریت دارن. ولی دو سناتور جمهوری‌خواه دیروز بعد از اینکه وزرای خارجه، دفاع و رئیس CIA رفتن در مجلس سنا که اطلاعات سری رو با نمایندگان و با سناتورها در میان بذارن، بعد از جلسه آمدن بیرون و به طرز کم سابقه این دو سناتور خشمگین بودن. البته هر دو جزو سناتورهای اقلیتی از سناتورهای جمهوری‌خواه هستند که با همیشه نسبت به جنگ یه مقداری مقاومت میکردن و مخالف بودن، ولی به هر حال لحنشون بسیار تند بود و گفتن که اصلا قانع نشدن در این جلسه و ممکن است که از اونچه که دموکرات‌ها دارن تصویب میکنن حمایت کنن. حتی اگر این دو نماینده، معذرت میخوام، دو سناتور جمهوری خواهم به جمهوری خواهم به دموکرات‌ها بپیوندن در مجلس سنا، بازم ترکیب اونجا همچنان 53-47 میشه 51-49. درنچه باید جمهوری‌خواهان بیشتری بپیوندن تا اینکه بتونن یک همچین قطعنامه‌ای رو در نهایت به تصویب برسونن. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. پلیس کابل از دیشب عملیاتی را برای بازداشت مجرمان آغاز کرده. این عملیات در پی اعتراض گسترده شهروندان کابل از افزایش جرایم و ناامنی صورت می‌گیرد. دیشب 18 مظنون بازداشت شدند. روینه رهنوش خبرنگارمون از کابل با ماست. بیشتر بهمون در مورد این ناامنی‌ها بگو و تمهیداتی که پلیس حالا در روی دست داره. روین، بعد از افزایش شکایت‌ها در مورد جرایم در کابل در هفته‌های گذشته و ویژه چند رویداد منجر به قتل در روزهای گذشته، اعتراض شهروندان هم در مورد ناامنی ناشی از وقوع جرایم بالا گرفته. در روزهای اخیر کاربران شبکه‌های اجتماعی کابل هشتگی را راه اندازی کردن در شبکه‌های اجتماعی با این عنوان که کابل امن نیست، و به گونه گسترده به این موضوع پرداختند. وزارت داخله فکر کنم با درک اهمیت این موضوع دست به کار شده. شب گذشته مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله رهبری عملیات را خودش به دوش گرفت و عملیات را آغاز کرد. آقای اندرابی به پلیس دستور داده که به مجرمین رحم نکنند و مثل تروریستان با اونها برخورد بکنند، و شماری با اسلحه و چاقو بازداشت شدند. پلیس در بخش‌های مختلف کابل تیم‌های گشت‌زنی و همینطور پاسگاه‌های سیار را ایجاد کرده. دقایق پیش ما با سخنگوی پلیس کابل صحبت کردم، گفت که عملیات حالا هم ادامه داره و گفت که تعداد هم امروز بازداشت شدن، از جمله کسی که به گفته او در حال سرقت یک موتر با پلیس درگیر شده و زخمی هم شده. و فکر کنم تاثیرگذاری این عملیات بستگی به فعالیت و به ادامه عملیات و همینطور فعالیت و جدیت عملکرد پلیس داره، و چون مشکل جرایم در کابل بحث تازه نیست و در سالهای اخیر با آنکه پلیس تلاش‌های داشته، تا هنوز به نظر می‌رسه که از میزان جرایم چیزی کاسته نشده. متشکرم از تو روین رهنوش در کابل. بعضی از رسانه‌ها از مهاجرت کیمیا علیزاده، تنها مدال‌آور زن ایران در المپیک به هلند، خبر دادند. خود او هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. عکسی از خانم علیزاده منتشر شده که او را بدون حجاب هنگام تمرینات در هلند نشان می‌دهد. فدراسیون تکواندو ایران گفته منتظر تصمیم کیمیا علیزاده درباره ادامه فعالیت حرفه‌ای است. رسانه‌های ایران می‌گویند او به دلیل مصدومیت مزمن امکان حضور در رقابت‌های المپیک را ندارد. کیمیا علیزاده موفق شد در المپیک ریو دو ژانیرو اولین مدال ورزش زنان ایران را به دست آورد.